دوشنبه دوم خرداد دفتر امام میزبان نشست صمیمی مهندس قربانی مدیرعامل محترم با حضور جمعی از معاونین تجار و پرسنل مجموعه آراد برندینگ بود. مدیرعامل محترم در ابتدای سخنان خیش ضمن یادآوری مباحث مطرح شده در جلسات قبل پیرامون بخشنامه جدید آراد برندینگ توضیحاتی را ارائه نمودند. ایشان در ادامه دو مقوله امنیت شغلی و میزان حقوق را بسیار مهم تلقی نموده و آن را نکته حائز اهمیت برای پرسنل و هم مدیران ارشد مجموعه برشمرد. مهندس قربانی در ادامه به تشریح کامل دستورالعمل صادره پرداختند و امتیازات تعیین شده در بخشنامه و به تبع آن درصد افزایش حقوق را برای هر یک از پرسنل منوط به تعداد حضور و فعالیت فرد یا افرادی از دوستان و بستگان دور و نزدیکشان در مجموعه به واسطه معرف بودنشان، همچنین نوع نسبت هر یک از ایشان با فرد معرفی کننده دانستند. ایشان یکی از آثار و نتایج مثبت این طرح را یکدلی و همسو شدن پرسنل برشمردند، چرا که به واسطه حضور اقوام و دوستان هر یک از پرسنل در آراد به یکدیگر دلسوزتر بوده و راندمان کار و نتایج حاصل از این نوع کار تیمی مطلوب خواهد بود. از طرفی موجب و دلیل افزایش وفاداری آنان به مجموعه و در نهایت امنیت دو جانبه کارکنان و شرکت فراهم خواهد شد. شایان ذکر است پرسنل سایر دفاتر مجموعه مستقر در شهرهای دیگر کشور از طریق برنامه کاربردی LMS به طور زنده مخاطب و شاهد این نشست دوستانه بودند. موضوع امروز چند تا موضوع صحبت‌های قبلیشون اول بیان کردم و موضوع اصلیشون درباره بخشنامه‌ای که امروز تازه گذاشتم سایت، درباره این که میتونم کسایی که دوست و اقوام فامیلاشون رو به آراد بیارن و امتیاز میدن روی حقوقاشون. جلسه امروز بعد از اینکه یه مرور روی جلسات قبل بود، مهندس قربانی مدیر عامل شرکت در رابطه با ابلاغیه جدید که امروز مطرح کردن صحبت کردن که این ابلاغیه در خصوص حالا افرادی که ما معرفی میکنیم به شرکت که اولویت با فامیل و حالا فامیل درجه یک، پدر، مادر، خواهر، برادر و همینطور تا دوستان و آشنایانی که ما میاریم توی شرکت. یکی از مزایاش اینه که هم بحث حقوقشون هست که بره بالا و زندگیاشون رو بهتر کنه و همین که همدلی توی شرکت بیشتر شه. جعفری، خبرنگار واحد خبر آراد برندینگ.